سلام گایز، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای هستین حالتون خوب باشه و سالم و سلامت باشید. من ببخشید به خاطر سه روز گذشته که ویدیو آپلود نکردم و نذاشتم داخل کانال. سرم خیلی شلوغ بود و کار داشتم. خلاصه ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. خب امروز اومدیم که درباره کنترل اسکوپ و لرزش سلاح و اینجور چیزا صحبت کنیم و تنظیمات، که چه تنظیماتی بذاریم از بقیه بهتره. خب بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، واسه شروع ما یک سلاح کم لرزش مثل AUG یا M4 یا حتی اسکارل برمیداریم که من از M4 زیاد خوشم نمیاد، برای همین AUG رو برمیدارم. البته هیچ فرقی نمیکنه لرزشاش یکیه، برای همین شما خودتون هر کدوم خواستیم میتونید برداریم، ولی دمیج M4 احساس بکنم بالاتر باشه. خب میبریم یک سلاح تقریبا لرزش دار مثل گروزا میتونیم برداریم، حتی AKM. خب من برای شروع AKM بهتره برمیداریم، به همراه 200 تیرم کافیه. خب بیاییم درباره خشاب ها صحبت کنیم. اول خشاب اولی که میبینید خشاب چلتایی و بهترین خشابه که هم سریع عوض میشه و هم خیلی خوبه، از بقیه بهتره و قدرت تیرتون هم شاید ببره بالا، اینو دقیق نمیدونم. خب خشاب دومی که رنگ نقره‌ای داره، این فقط سریع عوض میکنه، هیچ خاصیتی دیگه ای نداره و 30 تا تیر داره. خشاب آخریه که میبینید سیاهه، اون فقط 40 تایی میکنه و خیلی دیر عوض میکنه خشابو، برای این بهترین اولی است. خب یکی برمیداریم، یکی دیگه برمیداریم و اینجا درباره ساپرسور و فلش هست. حتی این ستای اولی مخصوص تفنگای AR مثل AKM, AUG, گروزا, M4 و این هست. این ستای آخری و دوتای آخری که میبینید مخصوص تفنگای SMG هستن مثل UMP, PP یا حتی یوزی. خب من خودم معمولا همیشه این سومی رو برمیدارم که به نظرم از همهشون بهتره، و شما پیشنهاد میکنم که اونو بردارید و اولی رو هرگز ور ندارید. ساپرسور دمیج و تفنگتون رو میاره پایین، هرگز اینو ور ندارید، همیشه سومی رو بردارید. من اینجا اگر شما M4 داشتید حتما این دومی رو وردارید که نوشته پایینش SMG استوک در است. این باعث میشه که خیلی ریکویل تفنگتون بیاد پایین و فقط واسه تفنگ M4 و ویکتور و فکر میکنم M416 فکر میکنم. خب بله، اینجا همه شون واقعا خوبن به جز لیزر، یعنی دومی لاسر سیت. خب من خودم همیشه ورتیکال رو برمیدارم چون از بقیه بهتر فکر میکنم به نظرم، و شما بردارین به نظرم. خب از هر تفنگی یک، برای هر تفنگی یک اسکوپ برداریم، 3, 2, 6 هشت هم بعدم براتون تست میکنم بچه ها. خب از AUG شروع میکنیم و از رد. خب میبینید که عالی زد. خب اسکوپ هولو، اسکوپ دو که خیلی ازش بدم میاد، البته فکر میکنم بهترین اسکوپ هم هست که من میتونم لرزش رو بگیرم. اسکوپ سه که پیشنهاد میکنم زمانی که اسکوپ شیش ندارید اسکوپ سو حتما وردارید، بهترین انتخابه.
کار دیگه میزنیم. بله اسکوپ 4 بله تیرمون تموم میشه. میریم بازم تیر برمیداریم. خب حالا اسکوپ 6. آها در روی 6 بعضیا میپرسن که ما چجوری اسکوپ 6 مونو کنترل کنیم، خیلی سخته. شما باید این گزینه که اینجا میاد رو بزنید و از 6 بیارنش رو 3. دقت کنید از 6 بیارنش رو 3 که دیگه نلرزه و سعی کنید زمانی که میزنید بشینید بزنید یا کج و راست بشید و حتی اگر بخوابید که دیگه اصلا ریکورد نداره، که من هر سه تاشو رو بهتون نشون میدم. این نشستش ببینید هیچ تکونی نمیخوره اسکوپه. به صورت پیک و به صورت خوابیده که این شکلیه. و این کارا رو اگر شما بکنید دیگه اسکوپتون نمیلرزه. بعد اگه وایستادن بزنید سعی کنید که انگشت شستتون، یعنی انگشت راستی، کشیده بشه به سمت پایین و آروم آروم. بستگی به ناخونا و انگشت شما داره که چجوری استفاده میکنید ازش. حتی از این فاصله بزنم اینجا رو بیم بایستاده. میبینید که همش به سرش خورد. خب حالا میرم سراغ تفنگ مورد علاقه خودم AKM. از رد دات شروع میکنیم. خب رد دات. حالا میرم سراغ هولو. اسکوپ 2 اسکوپ 3 اسکوپ 4 که من به شما پیشنهاد میکنم اسکوپ 4 هیچ وقت روی AKM نندازید، چون از همه سخت‌تر گرفتن ریکویلش. اسکوپ 6 که گفتم از 6 بیارنش به 3 که کمتر بشه لرزشش. خب این اسکوپ 6 در حالت وایستاده. بچه من درباره گوشی هم براتون تنظیمات اسکوپ گذاشتم، توی تقریبا ویدیو قبلم هست، در من شاید یک ماه پیش گذاشتم یا دو ماه پیش. گوشی دارید برید حتما اون رو نگاه کنید که لرزشش خیلی خوبه و کمتر از بقیه است. خب بریم سراغ ستینگ. خب بچه اینجوری که میبینید ما در حالت در اولین گزینه من پیک اوپن اسکوپ رو فعال کردم به همراه پیک ان فایر که بعضیا فعال میکنن بعضیا اصلا فعال نمیکنن، بستگی به شما داره که چجوری راحت باشید. یه توضیح کوچیکم دربارش میدم. شما زمانی که پیک میکنید، یعنی کلرم این دوتا آدمکی هست که چپ و راست میشه، اگه شما یکیشو بزنید همزمان که دوربینتون هم باز بشه، اگه بخواید این شکلی بشه انیبل رو بزنید، یعنی این گزینه.
اگر میخواین اینجوری نباشه که بعضی هستن مثلا تک به تک وقتی میشن با انمی دوست دارن چپ و راست بشن بزنن که حواس انمی پرت بشه یا هرچی، یا خودشون اصلا دوست دارن بدن تو اسکوپ دیسیبل باشه یا بزنن اگر انیبل اگه دوست دارن. خب من خودم انیبل میکنم همیشه. پیکن فایر اینو به نظر من همگی انیبل بکنید، چیز مهمیه. و پایین من برنامه ژیروسکوپ بازی میکنم، گزینه سوم ژیروسکوپ که من اوپن اسکوپ گذاشتم و اون سمت چپی هم درباره تیر دومتونه که یکی میخواد بذاره همیشه بسته باشه زمانی که اسکوپ رو واز میکنه اونم بیاد توی صفحه یا همیشه باشه. خب من همیشه میذارم باشه. این بچه ها درباره این دومی جامپ، این خیلی چیز مهمیه به نظر من، همگیتون داشته باشینش تو صفحه که بعدا دلیلشو بهتون میگم. خب اینجا چیز دیگه نیست، بریم سراغ دومین گزینه. خب بچه ها من همیشه ترکیبم رو این شکلی نمیچینم، فقط زمانی که میخوام ویدیو رکورد کنم یا آپلود کنم این شکلی میکنم که کیفیت ویدیو بالاتر بیاد، ولی همیشه شما خودتون سعی کنید که این اولی همیشه باشه روی گزینه اسموت و پایینیه همیشه باشه روی گزینه آخری یعنی اکسترمه، و پایینی رو خیلی دوست دارم بذارم روی دومی، ولی خب من میذارم روی کلاسیک یا بعضی وقتا حتی رو مووی هم بازی میکنم. خب اینجا رو که میبینید من روی آخری گذاشتم، ولی خب به نظر من هیچ پخینتون رو تکون ندید، بذارید رو حالت نرمالش باشه چون بعدن چشمتون عادت میکنه و خیلی دنگ و فنگ داره. خب این ترکیب صفحه منه، همه چیزش هست، اندازه ها و بقیه چیزا. درباره اون دکمه که بهتون گفتم جامپ نوشته بود، اون این گزینه است، این که میبینید این خیلی خوبه زمانی که شما لب پنجره هستین و میخواییم بپرین داخل خونه یا اصلا از خونه بپرین بیرون، وقتی انمی ها میان سمتتون راش میکنن، شما وقتی اون دکمه جامپ معمولیتون یعنی این که الان میارم بزرگش میکنم این رو داشته باشید خیلی سخت تره تا اینکه با این بزنید، چون این مخصوص همون کاره و اندازه پرش جفتشون هم یکیه. برای من این رو همیشه کوچیکش میکنم، کمرنگش میکنم، میذارمشون بالا که کسی نبیندش و هم تو صفحه نیاد زیاد. و گزینه چهارمی که مخصوص رانندگی اونجوری چیزاست، اگه خواستین میتونید رو فرمون بزنین، خواستین میتونید فقط با لمس کردن و تاچ کردن ماشین رو کنترل کنین، خب من رو معمولیش میذارم همیشه. و سنسیبیلیتی، این دو گزینه اولش رو همیشه بذارید روی 120 اندازه کامراست، زمانی که شما آیپد یا یک تبلت دارین یا حتی تبلتتون اگه 7 اینچ بود بازم بذارید رو 120 تا دید کامل و خوبی داشته باشید. پایینش بذارید 84 یا 85 یا حتی 80 شما میتونید بذارید، ولی خب 84 بهتر. خب میریم سراغ کامرا. خب اینجا میبینید کامرا رد دات 58، اسکوپ 250، اسکوپ 327، اسکوپ 4 17 به همراه وی اس اس، اسکوپ 6 15 و اسکوپ 8 10. خب زمانی که شما با ژیروسکوپ بازی میکنید این دوتا اول زیاد حکم مهمی رو توی بازی ندارن، زمانی که شما میرین توی اسکوپ اگر با ژیروسکوپ بازی میکنید، ژیروسکوپ منظورم این گزینه است، این گزینه اولی، این که الان کلوزش میکنم و آنش میکنم، شما زمانی که برید اون رو باز کنید قشنگ میتونید تکون بدید دوربین رو. الان من برم اگه تو دوربین ببینید من با انگشت اون تکون نمیدم، دارم آیپد رو تکون میدم که این تکون بخوره. و این از این بود، برای همه زیاد مهم نیست، ولی شما این شکلی بذارید که اگر هم نخواستید با ژیروسکوپ بتونید. خب این دومی اد سنسیبیلیتی 57، اسکوپ رد داده، اسکوپ 2 35، اسکوپ 3 20، اسکوپ 4 و همراه بی اس اس 34، اسکوپ 6 9 و اسکوپ 8 6 هستش.
خب و این گزینه آخری که مهمترین بخشش هست یعنی ژیروسکوپ که این بالا نوشته، خب از رد آچون میشه 265، 250 اسکوپ 2، 240 اسکوپ 3 و 225 اسکوپ 4، اسکوپ 6 43 و اسکوپ 8 50 و پیکاپ. خب بچه ها اینجا گزینه خیلی مهمی است که باید بهتون بگم، شما تفنگای AR که خیلی مطمئنن استفاده میکنید مثل M4 یا حتی AKM اسکارل و تفنگایی که معمولا یه کم پیدا میشه تو بازی و خیلی کارایش زیاده رو شما سعی کنید همیشه بزنید رو 200 تیر، یعنی 200 تا بردن. این مثلا M4 میتونید شما بزنید و حتی 500 تا تیر که کاری خب دیگه اشتباهی مسلمن. اگر شما دست نزده باشین به این رو معمولی 180، ولی شما اینا رو بزنید رو 200 که زیادم کیفتون اشغال نکن. بقیه تفنگا رو همونی که هست بزنید باشه و به این شکل. و این گزینه آخر پیستول نه اونوریش آخری شما باید بذارید روی اینجا متکید یک دونه برمیدارید که زیاد نباشه چون هم دیر زده میشه هم که بیشتر از این فایده ای نداره، حجم کیف و الکی پر میکنه، هم 7 ثانی طول میکشه برای همین به درد نمیخوره. بعد شما سه تا نوشابه ببخشید سه تا قرص بردارید و چهار تا نوشابه که قشنگ کامل پر میکنه کیفو که خوبه و برنامه سه تا بانداش و یک دونه آمپول، چون آمپول هم مثل متکید زیاد از حدش به درد نمیخوره، هم دیر میزنه هم کارهای لازم رو نداره مگه اینکه تو زوم گیر کرده باشین. و ده تا بانداش بردارید که البته من خودم زیاد خوشم نمیرزین و هفتاش میکنم، ولی شما اگه خواستید ده تا هم میتونید. خب این پایین هم خیلی مهمه، به نظرم یکی از مهمترین بخش هاست. نارنجک همیشه بچه ها سعی کنید 5 تا یا حداقل 4 تا بردارید، یا اگر هم 4 تا برمیدارید 2 تا مولوتوف بردارید چون به درد میخوره. خب من حالا 5 تا نارنجک برمیدارم و 2 تا سموک و یک دونه مولوتو. این پایین هم که بخصوص اسکوپ است که چند تا اسکوپ بردارید. خب من گفتم که از دو خیلی بدم میاد، دارم میبندمش معمولا، ولی خب شما میتونید بردارید اسکوپ دو شاید خیلی خوششون بیاد. اینجا رنگ اسکوپه که من قرمز همیشه میذارم، از رنگ قرمز خوشم میاد، نه پرسپولیس نه استقلالی حالا بحثش نباشه، هلو هم قرمزه. این رو باید شما من میگم یا سفید بذاریدش یا یعنی میخوای رنگای دیگه بذارینش حتما به این گزینه بذارین، مثلا قرمز بذارین یا سبز بعضی رو دوست دارن، سیاه حتی یا هرچی، ولی خودم من نخلهش میکنم حالت رداد و سفید میذارم که خوب ببینم. اسکوپ دو سبز و اسکوپ سه اون هم سبزه. این رنگ هم اگر بذارین جالبه، من خودم قبلا با این رنگ بازی میکردم خیلی خوب بود. خیلی خب من الان سبز بازی میکنم. آدیو. اوکی. این صدا مخصوص صدای تیره، بقیه از کنه دارن بازی میکنن. میبینید الان دیگه چلیک کرد. خب من میبینم که صدای خودم فقط بیاد. و اینو سعی کنید همیشه این سه گزینه بالایی رو همیشه بذارینشون روی اولترا یا گزینه‌های دیگه‌اش، چون اولترا از همش قوی تر که خوب بشنوید، که صدای پاها رو بشنوید، صدای ماشین رو بگیرد. خب اینجا دقیقاً بعد از آپدیت این چیزا اومده که این زمانی که شما به یکی شلیک میکنید خونش چه رنگی باشه، بعضی سبز میذارن، قرمز میذارن، بعضی زرد دوست دارم. خب من معمولی قرمز میذارم بیشتر اوقات، بعضی وقتا سبز میذارم. و این زمانی که به شما شلیک میکنن تا خونی که از شما میپاشه به حساب روی صفحتون دیدیم بعضی وقتا میاد، دوست دارین سبز باشه، دوست دارین قرمز باشه، زرد، ما اینم قرمز میکنیم. و اینم دقیقا همونه که چجوری بشه، خب گرین باشه یا رد، خب من میذارم رد. خب بچه ها این بود تمام چیزهایی که باید شما میدونستید، بهترین سلاح ها رو بهتون معرفی کنم.
بهترین استایپر خب معلومه AWM، بهترین تفنگ راش واسه تک به تک MK، با اینکه خیلی میلرزه MK این تفنگ. بذارین صدای تیر همه کم بیاد. امکان این تفنگ که اگه شما اینجوری بذارینش بد جوری قویه و برای من پاره میکنه. بهترین تفنگ واسه راشه. بعد از امکان بهترین تفنگ تفنگ 100 تیر هستش، یا همین M249، این که الان من دستم گرفتم، چون مخصوصا دیگه واسه کسایی که سولو اسکواد دوست دارن بازی کنن این بهترین تفنگه. اگرم دوست داشتین که از تفنگای راشی سبک تر استفاده کنین که سریع ریلود کنه، سریع خشو عوض کنه، خب بهترین تفنگ که M4 و اسکارله که از لحاظ سرعت تقریبا یکی هن. M4 که سرعت ریلودش بالاست خیلی خوبه. و این طرف هم برای راش اگر دیدین که مثلا گروزر از ستون نایمد یا حتی امکا، میتونید از M700 و AKM استفاده کنید که واقعا دمج بالایی دارن نسبت به سایر تفنگا، مثلا حتی از AUG و اینا و QBZ و اینجور تفنگا بیشتر دمجش. و البته از به نظر من زمانی که شما سولو اسکواد بازی میکنید هیچ وقت DP رو بر ندارید، چون زمانی که وقتی بریزن سرتون DP تا خشابش رو عوض کنه و 47 تیر رو بیاره خیلی طول میکشه و 4-5 سکت کنه. این از این تفنگا بود. و تفنگ های SM و تفنگ شادگان اول بریم. شادگان خب این تفنگ که خیلی تفنگ خوبی از بقیه شادگان بهتره، ولی دمیجی که وارد میکنه یک شادگان زمانی که بیشتر این دمیجی که داره این تفنگ هست که دوتایی میزنه پشت سر هم، این واقعا دمیجش بالاه. ولی خب اگر شما به هدف نزنید حریفتون شما رو کشته تقریبا. ولی از همه بهتر این تفنگ شادگان 5 تایی که وینچستر در است، واقعا هم تفنگ خوبیه. واقعا زمانی که چیزی ندارید خوبه. خب اینجا میرسیم به تفنگ های SMG. خب تو تفنگ های SMG از همه بهتر از لحاظ نزدیکی یوزیه که خیلی استفاده میکنن ازش و خیلی خوششون میاد. و البته یوزی با ویکتور هم شما میتونید بردارید، ویکتور هم خیلی سرعت تیرش بالاست. ولی اگه بخواید به راه دور بزنید بهترین تفنگ از SMG ها PP19 هستش، چون واقعا ریکویل تفنگش کمه بکنید مثل اسکوپ 6 منو بنازم روش ببینید، حتی فکر میکنم از AUG و اینا هم کمتر باشه ریکویلش. و 53 تیر هم میخورین، بهترین حسنیه که این تفنگ داره نسبت به جسته کوچیکش. تفنگ خب خیلی خوبیه. DP هم همینطور، DP هم ریکویل تفنگش واقعا خوبه. و دیگه در آخر تفنگ تامسون که واقعا عالی از نزدیک. اگر توی مپ سانهوک رفتیم و واقعا انتخابی نداشتیم تامسون واقعا از همه بهتره. به علاوه این که اگه خشاب بندازیم روش 50 تایی میشه و دیگه محسوس کشت و کشتاره، عالیه تفنگش. VSS هم که تفنگیه که واقعا زمانی که شما یک جایی باشید، یک جایی کم کرده باشید، VSS با خشاب اضافه، با خشاب سیاه که بیستایی بشه مثل الان، واقعا عالیه و دمیج خیلی خیلی بالایی داره. و کراسبو هم خب تفنگ که نیست، تیر کمونه و زیاد کاری نداره. AW بهترین تفنگ بازیه به نظرم. و آها یک نکته دیگه هست، زمانی که شما تک به تک شدید با یک حریف، مثلا حریفتون اون بالاست پشت اون درخته، مثلا اینجا، زمانی که اون کمین کرده شما میخواین شلیک کنید، وقتی میخواین بزنید همزمان بشینید،
یا اگر مثلا جایی هستش دکمه نشستنتون که قابل دسترس نیست به اون صورت که این کارو بخواید بکنید، بیانینش جایی که بتونید بزنید و سرعتتون هم زیاد میشه تقریبا که بتونید بزنید، یا اونم نتونه شما رو هدشات کنه و شما بتونید سریعتر هدشاتش کنید. مثلا پشت اون درخت وقتی میزنید، یا یک کار دیگه هم میتونید بکنید، شما کج بشید و زمان که میزنید راست بکنید خودتون. یعنی شما اگه مثلا به سمت چپ خم شدید به این صورت، وقتی زدید بیاین سمت راست که تیر از بغلتون رد بشه. این بهترین کاریه که شما میتونید از اسنایپ رو در رو انجام بدید، ولی بهترینش به نظر من نشستنه، چون شاید یارو دستش یکم بیاد چپ و راست بشه و بهتون بخوره. خب بچه ها، امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و منو سابسکرایب کنید. با این کارتون خیلی حمایت میکنید از من و خیلی ازتون ممنون میشم اگه این کار رو بکنید، چون من دارم وقتمو میذارم و هیچ چیزی تو دنیا با ارزشتر از وقت نیست بچه ها. خیلی ممنون، امیدوارم هر جایی هستین سالم باشید. به امید دیدار بچه ها تا یه ویدیو دیگه، و سعی میکنم از امروز به بعد هر روز براتون ویدیو بذارم تا لذت ببرید بچه ها. خب خدا یار و نگهدارتون، تا ویدیو بعد، بدرود بچه ها.